کسی میدونه شیخ جابر الاحمد الصباح کیه؟ پادشاه کویت. آفرین. جابر الاحمد الصباح یک کتابی داره به نام آن روزها. آن روزها میگه زمانی که جنگ ایران به عراق به پایان رسید، ما به مناسبت گرامی داشته صدام در بغداد یه جشنی برپا شد که از 27 کشور عربی افریقایی حضور پیدا کردن. گفت در این جشن 7 روز طول کشید. گفت روز چهارم من گفتم که اجازه بدید من برم کشورم، یه کسی منو برسونه فرودگاه. صدام برگشت گفت شیخ کجا؟ خودم رانندت. گفتم نه، یه راننده بیاد. گفت نه، خودم راننده شیخ. گفت یک رولز رویس آوردن، صدام نشست پشتش، برم کنارش به سمت فرودگاه. گفت وسط را من گفتم که حضرت صدام اجازه بدید ما این جشن رو هم به مناسبت شما در کویت برگزار کنیم، قدم رنجه کنید اونجا در خدمتتون باشیم. برگشت نگاهی به من کرد گفت حتما شیخ، حتما میای. کویت که خانه ماست، به زودی. گفت من نفهمیدم کویت که خانه ماست یعنی چی. 7 ماه بعد صدام کویت به سمت کویت که کویتو بگیره. همون شب اول همین شیخ جابر فرار کرد و پناهنده شد به کجا؟ عربستان. پناهنده شد عربستان. آمریکا به 11 کشور اروپایی وارد منطقه شدن. این جنگ 1 سال و 7 ماه طول کشید. اینو میخوام به شما بگم. خبرنگار مجله اکسپرس فرانسه در مصاحبه با صدام ازش میپرسه جناب صدام، این جنگ 1 سال و 7 ماه طول کشید، در این 1 سال و 7 ماه شما حتی برای 1 ساعت لباس رزم نپوشیدی، اما در 8 سال نبرد با ایرانی ها حتی 1 ساعت لباس رزم رو از تن در نیاوردی. چرا؟ پاسخ عجیبی میده توی این کتاب. میگه من در این 1 سال و 7 ماه حتی 1 مرد روبروی خودم ندیدم و در 8 سال نبرد با ایرانیان جز مرد ترین مردان روزگار کسی روبروی من نبود. این یعنی عزت یک ملت. اینو افتخار کنید.